اولین تریلر رسمی فصل دوم سریال هاوس آف دراگون هم بالاخره پخش شد و خب تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسی این تریلر رو در مورد نکات مخفی و ایسترگای داخلش هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. این تصویرهایی هم که توی این تریلر نشون داد به نظر میرسه که نیمه اول فصل دوم به ما نشون داد، اون اتفاقات پایانی که ممکنه توی قسمت آخر سر بیفته رو اینجا توی تریلر چیزی ازش بهمون نشون نداده. تا اونجایی هم که ممکنه سعی میکنم داستان رو براتون اسپویل نکنم، در مورد لوکیشن ها و اون منطقه و اتفاقاتی که داره بهمون نشون میده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدین. همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ بررسی تریلر. اتفاقات فصل دوم احتمال خیلی زیاد بعد از اتفاقات فصل اول، یعنی با یه فاصله زمانی خیلی کوتاه میخواد بیادش و بقیه ماجرا رو بهمون نشون بده. تاریخ پخش این سریال هم اگه نگاه بکنید میزان تابستون 2024، احتمالاً یه جای بین جون و جولای باشه که بیان این فصل رو شروع بکنن به پخش کردن. نکته بعدی با شروع تریلر دارید متوجهش میشید اینه که صحبت‌های اتو آرتابه رو دارید اینجا میشنوید و حرفایی که داره میزنه. بعد از اون ما داریم یه شاتی از رینیرا میگیریم که روبروی استورم انزم وایساده و داره اونجا رو تماشا میکنه. این کاملا داره اشاره میکنه به اتفاقاتی که لوسیریس و ایمون با هم دیگه داشتن و اون درگیری که پیش اومد که باعث کشته شدن اون شد. اگه به چهره خود رینیرا هم نگاه بکنید دارید متوجه میشید که کاملا بعد از همون اتفاقاتیه که انتهای فصل اول دیدیم، همونطوری به هم ریخته و پریشونه و بعدش هم حرفایی که هایتاور داره میزنه اشاره میکنه به این که اومدن تاج تخت از سیاه گرفتن، احتمالا طرف مقابلی که داره باشون صحبت میکنه همین گروه سیاه ها باشن. قسمت اول دومه فصل دوم احتمالا تمرکز زیادی روی همون داستان چشم در برابر چشم و پسر در برابر پسر داره، اتفاقاتی که این وسط پیش میاد و سیاه ها که قرار کار اونا رو بیان و تلافی بکنن. بعد از اون داریم توی شات بعدی اگان رو میبینیم و تاجی که روی سرشون، مسیری که داره جلو میاد. پشتش اگه نگاه بکنید میبینید که گارد پادشاهیش هم یه مقدار تغییرات بهشون داده و به نظر میرسه که از افراد همون هایتاور استفاده کرده باشه، چون اگه یادتون باشه تمام اون کسایی که فقط از سبز و حمایت کردن و دوروبر خودش نگه داشت، اگه نگاه بکنید تمام این اربابا و حاکما و اون کسایی که الان توی دربار هم هستن مجبور شدن که یا قبول بکنن که سمتش وایسن یا کشته بشن، که بیشترشون هم ترجیح دادن که سمتش وایسن. شات بعدی جایی که شما دارید مت اسمید رو توی زره خودش میبینید و کاملا مشخصه که داره آماده میشه برای مبارزه کردن. لوکیشنی که توش هست به نظر نمیرسه دراگونستون باشه، چون پشتش اگه نگاه بکنید این مقدار دار و درخت داره، مشخصه که یه جای سرسبز دراگونستون این مدلی نیست و احتمال داره یه جای شاید بین منطقه‌های مثلا سرزمین‌های رودخونه‌ای یا از طرف دیگه شاید هارنهال باشه. توی شات‌های بعدی آلیسنت رو دارید می‌بینید که با پدر خودش صحبت می‌کنه. بعد از اون دو تا شات داریم که یه جا میاد به ما لشکر سیاه‌ها رو نشون میده که اردو زدن، از طرف دیگه هم داریم لشکر سبزا رو می‌بینیم که حرکت می‌کنن و جلو میرن. حالا این منطقه کجاست کاملا مشخص نیست، ولی اگه نگاه کنید یه مقداری هم سبز هم زمینش هم گلیه، شاید اونجا داسکیدال باشه و می‌خواد اتفاقات سگاف داسکیدال رو بیاد اینجا بهمون نشون بده. اینجا حدود 3000 نفر نیرو داشتن و اومده بودن خب این منطقه رو هم تحت فرمان خودشون قرار بدن، هم در کنارش هم اونجا رو کاملا به دست بیارنشون. توی شات بعدی اون ساحلی که دارید میبینید احتمال زیاد اینجا دراگونستونه و اونایی هم که دارن میان شاید همون دونه ها یا همون هرومزاده های این خاندان باشن که میان دونه دونه اژدها رو تست بکنن ببینن که میتونن سوارشون بشن یا نه. جلوتر دارید کلو میبینید که میخواد سر یه نفر رو بزنه که احتمال داره که لرد همون داسکیدال هم باشه، چون قبول نمیکنه که طرف سبز وایس و اون از اول هم طرف سیاه بوده، به جرم خیانت اینجا دارن گردنش احتمال زیاد میزنن. یه نکته مهمتر که در مورد کل وجود داره اینه که اگه نگاه کنید گردنبند هند دو داره و این هند داره نشون میده که از این به بعد قراره که اون دست پادشاه باشه و آتا رو کنار گذاشته. گان چرا اومدی همچین کاری انجام داده؟ چون پدر بزرگ اون بیشتر دنبال این بودش که بتونه با صحبت کردن این جنگ رو تمومش بکنه، این درگیری و این خونریزی ها پیش نیادش، ولی خب برخلاف اون اگان دنبال اینه که جنگای بزرگ برای اندازه و مبارزه بکنه و اینطوریه که الان داریم میبینیم
هند خودش رو تغییر داده تا بتونه توی مسیر خودش حرکت کنه. این کاملا داره بهتون نشون میده که درسته که آتا هایتاور شاید آدم با سیاستی بود و یه سری کارهایی هم وسط انجام داد، ولی خب دنبال اینم نبود که جنگای بزرگ بین این خاندان پیش بیادش. شات بعدی جایی که شما دارید اگان دوم با تاج اگان فاتح میبینید، این طرف هم به ما رنیرا رو با تاج پدر خودش نشون میده. توی شات بعدی یه اژدهایی رو دارید میبینید که سی اسموک هم هست و اونجایی هم که داره پرواز میکنه احتمال خیلی زیاد دریف مارک باشه. دیگه مشخصه که این اژدها هم سوار خودش رو از دست داده دیگه، یعنی الان دیگه لینوری نیستش که بخواد بیاد سوار اون بشه، ولی خب ما اینو میدونیم از اونجایی که این کاراکتر زنده مونده تا اونا با یه تغییر قیافه میادش و از این به بعد هم قراره توی فصل دوم خودش سوار این اژدها بشه. البته اینم بهتون میگم توی کتاب این کاراکتر اصلا کشته میشه و اینطوری نیستش که مثل سریال نشون بدن که فراریش میدن، برای همین احتمال خیلی زیاد خودش به عنوان یکی از هرمزاده‌ها میادش تا سوار اجدای خودش بشه. جلوتر و شات بعدی داره به ما ارتش بزرگ سبزار نشون میده و اینجا احتمال خیلی زیاد همون نبرد روکسرس باید باشه و اتفاقاتی که اینجا قرار پیش بیاد احتمال خیلی زیاد یه جایی توی قسمت‌های چهارم بعد این جنگ شروع بشه. شات بعدی با زارتو داریم، متاسمیتون این معلوم نیستش که داره به کی حمله میکنه، چیزی هم اونجا مشخص نیست، فقط در همین حد میدونیم که داره به یه چیزی ضربه میزنه. توی شات بعد دارید دیمون رو میبینید که روبروی صندلی پادشاهی وایساده و خب توی تاریکی هم هست و داره به اون صندلی نگاه میکنه. شاید توی ذهنتون این موضوع باشه که دنبال اینه که بتونه تاج و تخت رو به دست بیاره، ولی خب واقعیت ماجرا اینطوریه که اون دنبال این حرفا نیست و خب خیلی هم وفادار به اتفاقاتی که داره اینجا پیش میادش و اینم میدونیم که همیشه این درگیری ذهنیه رو ولی داشته که اگه من میتونستم پادشاه بشم میتونستم پادشاه بهتری از اگان باشم یا نه. احتمالا توی فصل دوم قرار این درگیری ذهنیه رو بیانه به ما نشون بدن و خب میدونید که یه تایمی هم حتی اگان بهش اجازه میده که حکومت و کارهایی که باید و دست خودش بگیر و انجامش بده. تو این سالانه اگه نگاه بکنید بنرایی که آویزون کردن هم دیگه سبز رنگ شده و اژدهای وسطش هم طلایی که اشاره میکنه به اژدهای خود اگان دوم و اگه نگاه کنید دیگه اژدهاشون سه تا پا نداره و اینجا دو تا پارن براش در نظر گرفتن. توی شات بعد داریم توی تاریکی گروهی رو میبینیم که سمت شمال دارن حرکت میکنن. حالا اینا میتونن گروه استارکا باشن یا حتی میتونن نگهبان شب باشن که اینجا داریم میبینیمشون. تو این فصل استارکا نقش خیلی مهمی دارن چون میدونید که اونا حامیای درجه یک سیاها بودن به خاطر اینکه اتفاقاتی که برای این خاندان افتاد، اون جنگ داخلی که داشتن، کاملا شبیه به اتفاقاتیه که الان داره برای خاندان اژدها پیش میادش. به خاطر همین میتونن کاملا رنیرا رو درک بکنن به خاطر اتفاقاتی که پیش میاد، هرچند که جنگی که اونا داشتن مثل جنگی که الان داریم اینیم بزرگ و پر اژدها و اینامه درگیری نبوده. توی شات بعد دارید شما آلیسنت رو میبینید که با یه لباس سفیدم وایستاده کنار رودخونه که ممکنه همون سرزمین رودخونه‌ای باشه اینجا و امکان داره این شات یه مقدار اتفاقات جلوتر رو بهمون نشون بده، چون میدونیم یه مقداری درگیری‌های خیلی زیاد و هرج و مرج بزرگی هم قراره تو این سرزمینا پیش بیاد. توی شات بعد میتونید ببینید که به ما رنیرا رو اجدای خودشون نشون میدن، اون طرف هم سی اسموک و سوار جدیدشه که احتمالاً اسم سوارش هم همون آلنه که در اصل میدونیم که احتمال خیلی زیاد لینوره که میادش و سوار اجدای خودش میشه و به اسم یه هرمزاده میاد و نزدیک میشه. فقط دیدن این دوتا روبرو شدن با هم دیگه کاملا مشخصه که هم رنیرا اونو میشناسه هم سی اسموک اونو میشناسه و میدونه کیه، مگه اینکه دیگه خیلی تغییر ظاهر عجیب غریبی رو انجام داده باشه. جلوتر میتونید یه شات بزرگ و عریض از قلمرو پادشاهی ببینید و اونجا هم داره به ما گودال اژدهاها رو نشون میده و بعد از اون هم داره توی شات بعدش به ما هلینا رو نشون میده. اگه نگاه بکنید خیلی پریشون و به هم ریخته است و اصلا عجیب غریب شده و اینم کاملا اشاره میکنه به اتفاقات بعد از بلادن چیز و اتفاقاتی که قراره توی قسمت اول دوم این سریال پیش بیادش و اینجا داره به اون موضوع اشاره میکنه، به خاطر همین یه مقداری به هم ریخته است. حالا براتون اسپویلش نمیکنه. حتی توی شات‌های بعدی می‌بینید که به اون مراسمی که توی شهر گرفتن و عزاداری که دارن می‌کنن هم اشاره می‌کنه که اینا باز برمی‌گرده به اتفاقات بلادن چیز. شات‌های بعد جنگایی که داره نشون میده همه همون اتفاقات روکسترس رو به ما داره نشون میده و هم کلو دارید اینجا می‌بینید اون آتیشی که اینجا داره
زده میشه اجدای رینیس که داره این کار رو انجام میده، چون میدونید تو این درگیر و نبردی که اینجا وجود داره اگان و ایمون کسایی که با اجدا اونجا هن و از طرف سیاه هم فقط رینیسه که با اجداش تو این جنگ شرکت کرده. دیالوگایی که اینجا داره رینیس میزنه کاملا به این موضوع اشاره میکنه که جنگایی که قرار انجام بدن، اجدایی که این وسط درگیر میشه، باعث میشه که جنگای بزرگ و خونی پیش بیادش. همون اتفاقاتی که داریم جلوتر هم میبینیم، همون اشتباهات بزرگی که این خاندان اومد و انجام داد. یه شاتی هم اینجا هست داره به ما بیلار رو نشون میده که سوار موندنسن هم هست، فقط نمیدونم داره کجا میره و به چی داره حمله میکنه. احتمال داره که یه سری چیزا توی سریال نسبت به کتاب تغییر داشته باشه، چون توی شاتای بعدم دارید میبینید که یه هرج و مرج و درگیری بزرگی هم توی مقر پادشاهی پیش اومده و این اتفاقات و این بیرون شدن از اون مقره برمیگرده به اتفاقات جلوتر و به نظر نمیرسه که الان بخوام بیان نشون بدن. احتمالاً یه مشکل دیگه پیش اومده، شاید این مشکل رو برای این فصل در نظر گرفته باشن که یه مقداری هیجان رو بیشترش بکنن. شاد بعد دو مرتبه متسمین رو دارید میبینید که توی همون قاره اجدا توی دراگونستون، و این طرف هم تو شاد بعدی دو مرتبه به بلادن چیز میاد اشاره میکنه و داریم میبینیم که الینا رو اینجا گروگان گرفتن. داستان بلادن چیزو نمیخوام اینجا براتون اسپویل بکنم چون توی شروع اتفاقات فصل دوم هستش، ولی یه ویدیو براتون قبلا درست کرده بودم و میتونید برید اون ویدیو رو تماشا بکنید، کامل در مورد تمام اتفاقاتی که اینجا میفته بهتون گفتم. شات بعدی داره به ما ایموند و از طرف دیگه رنیرا رو نشون میده و خب این دوتا درگیر شدنشون با هم یه مقداری عجیبه. شاید این فقط مونتاژی که اینطوری به ما نشون بدن که وارد جنگ با هم دیگه شدن، چون توی کتاب اتفاقاتی که پیش میادش رینیرا اصلا وارد جنگ نمیشه، هیچ جنگی با اجدهای دیگه نمیادش انجام بده. این یکی از مشکلاتی بودش که حامیای اون داشتن، میگفتن که تو خودت به هیچ عنوان تو هیچ کدوم از جنگا شرکت نکردی، همه ما رو فرستادی تو جنگ و کلی هم ما تلفات دادیم ولی خودت حاضر نیستی که بیای بجنگی. حالا ممکنه که تو اتفاقاتی که سریال داره بیان یه سری تغییراتی رو اینجا هم درست بکنه و نشون بدن که اونم خودش مستقیما وارد جنگ شده. تو شات آخر هم شما دارید ویگار رو نگاه میکنید که میاد بالا سر سرباز رد میشه میره و داره اشاره میکنه که تو فصل دوم قرار جنگای خیلی زیادی رو ببینیم که اجدها توش دخالت میکنن. فقط نکته مهمتری که وجود داره اینه که میدونم الان با دیدن تریلر متوجه شدید که جلوه‌ی ویژه اونطوری که باید قوی نیست، انگار یه حاله مثل مثلا مات بودن تصویر یا یه مقداری انگار دراگونایی که داریم نگاه میکنیم توی صحنه که اصلا واقعی به نظر نمیرسه و این احتمال وجود داره که هنوز جلوه‌ی کامپیوتری رو کامل نیومدن اعمال بکنن، فقط در حد اینکه بتونن تریلر رو آماده بکنن اینجا سکانس‌ها رو کنار هم دیگه چیدن و احتمالاً برای اینکه خود سریال بخواد شروع بشه میان اون جلوه‌ی نهایی روش پیاده میکنن که کیفیت کار بالا بره، چون میدونیم تمرکز زیادی روی اجدها و جنگای بزرگ اینجا جلوه‌ها حرف اولو میزنه و اگه نتونن جلوه‌های تمیزی رو در بیارن مطمئناً میتونه مخاطب و حسابی ناراضی بکنه و این همه داستان و این همه مسیری که تا الان جلو اومدن و میتونه خرابش بکنه. ولی خب از اونجایی که میدونیم HBO دیگه روی این موضوع حسابی داره هزینه میکنه، احتمالاً میادش و جلوه‌ها رو موقعی که قرار سریال پخش بشه تکمیل میکنه با کیفیت خوبی روبرو میشه. در مجموع اینم تمام نکته‌هایی بودش که توی تریلر فصل دوم دیده میشد. از این به بعد احتمال زیاد تریلر و تیزرهای مختلف بیشتری از این سریال بیرون میادش، حتما براتون بررسی و داخل کانال قرار میدم. پس یاد باشه که لایک و ساب و زنگوله رو فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید راحت‌تر دسترسی داشته باشی، بیای توی کانال ویدیو جدید و تماشا بکنی. حتما اگه نظر تئوری هم داری داخل کامنتو برام بنویس و این ویدیو رو هم برات میذارم اینجا که بررسی قسمت 4 سریال مونارکم با هم دیگه داشتیم که میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا کنی. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.